سلام دوستان حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جایی هستید شب و روز خوبی رو سپری کنید خب دوستان امروز یه آموزش خیلی باحال و خفن داریم برای نورپردازی اکستریور یه آموزشی که واقعا هم خیلی سریع و ساده حالا میبینید چقدر ساده بدون ایش ت... و بدون هیچ تکنیک خاصی ما میتونیم یه نورپردازی خیلی باحال داشته باشیم خب بریم با هم شروع کنیم من این صحنه رو از قبل آماده کردم نوراش رو پاک کردم تنظیمات رو ریست کردم که با هم دیگه روش دوباره نور پردازی انجام بدیم یکی از صحنه‌ای است که رندرش رو توی پیج من خیلی دوست داشتین خیلی لطف داشتین بهش و خیلی هم لایک کردین و کامنت گذاشتین و واقعا ممنونم بابتش بریم با هم نور نورپردازیش رو انجام بدیم خب برای شروع من میام یه دونه اسکای میذارم تو تنظیمات رندرم اینو میذارم رو کرونا های کوالیتی و کرونا اسکای خب متیل ایتار باز میکنم کرونا اسکای رو برگ میکنم توی متیل ادیتورم رو خب متیل ادیتور رو بیارمش این سمت اینو بذاریمش اینجا و یه رندر آی پی آر بگیریم ببینیم چه جوری فضامون خب دوستان من تقریبا الان تایم رو نگاه میکنم تقریبا 20 دقیقه است منتظرم که رندر بگیره و رندر نمیگرفت و یه خورده صحنه رو مجبور شدم سبک کنم که بتونیم تو آی پی آر ببینیمش چون اصلا رندر نمیگیره صحنهش صحنه سنگینیه من یادم خودمم هم فکر کنم تیکه تیکه آی پی آر گرفتم دیدم چه جوری میشه رندرش خب بریم با هم ادامه الان ببینید نور اسکایمون نور خوبیه من یه دونه سانم به سحنم اضافه میکنم من ویو رو تقسیم کنم به حالت دیگه ای خب من توی این ویدیو دونه سان اضافه میکنم کرونا و کرونا سان اینجا خوبه حدودا میارم بالا و خب بیام تو تنظیمات من تو صحنه خب موقع داشتم صحنه رو تمیز میکردم سان داشتم سان ها پاک کردم تنظیمات رندر الان روش هنوز هست اه شدتشو رو میذاریم روی دو دهم ده سایزش رو میذاریم روی سه و یک رنگ تقریبا گرم هم براش انتخاب میکنیم خب اینم از سان بریم با همدیگه توی رندر ببینیمش و جاش رو هم با همدیگه تنظیم کنیم چون ممکن جاش خوب نباشه خب من یک کوچولو جابجاش میکنم یکم ارتفاعش رو بیشتر میکنم خب من شکل ویوپورت رو عوض کردم دو قسمتش کردم این قسمت کمرامه و این قسمت هم فضایی که میخوام باش کار کنم یه مقدار سانم رو میارم بالاتر تا نور بیاد پایین تر از قسمت پایین تری از ساختمون رو روشن کنه نمیخوام توی خیابون بیفته فقط میخوام ساختمون رو روشن کنم خب به نظرم اینجا خوبه شدت هم که تنظیم کردیم به این با هم که مقدار تنظیمات تون مپینگ هم داشته باشیم که کنتراست اینا بهتر بشه خب میام تو تنظیمات تون مپینگ یه مقدار اول وایت بالانسمو بیشتر کنم خب خوبه برم اول الیوتی هایی که میخوامم بدم خب یه الیوتی که هست الیوتی گرانج که معمولا برای کنتراست میدم خب فکر کنم شدتش یه مقدار زیاده شدتش رو کم میکنم یه الیوتیه دیگه هم میدم برای کنترل میزان سردی و گرمی فزام. خب روشنش میکنم همین الیوتی که روی اولین الیوتی که دیم گرمای خیلی خوبی داره همین رو انتخاب میکنم ولی یه مقدار کمترش میکنم میذارمش رو هفته هم خب اینجا خوبه به نظرم کار دیگه ای که میتونیم بکنیم یه مقدار من این هایلایت ها رو میخوام بگیرم شدتشو یه یک کوچولو اوکی الان بهتر خیلی نمیخوام شارپ باشه قسمت هایی که سام میتابه بهش و با استفاده از تون کرو یا خود کرو میام یه مقدار سایه هامو و هایلایت هامو بالانس میکنم با هم دیگه خب من یه کوچولو کار رو تاریک تر میکنم خب زیاد شد اینجا خوبه حدودن یه کچولو هم سایه هامو تیره تر میکنم میخوام تفاوت نور و سایه زیاد باشه شما وقتی تو فضای روزی جایی که آفتابی هست و آفتاب مستقیم میتابه روی فضا اگر عکس بگیریم به واسطه اون آفتابی که توی فضا هست عکستون انگار قسمت های تاریکش تاریک تر حس میشه من یه کوچولو سایه هامو تاریک در میکنم خوبه اینجا حدودند آره اینجا خوبه و میتونیم یه کچون رو کم کنیم میتونیم یه ذره زیادش هم بکنیم که نور بهتر معلوم شه حالا این کار رو تو پوست رو هم میتونیم انجام بدیم خیلی مهم نیست که حتما توی رندر انجامش بدیم خب این بحث نورمون من یه اسکای میخوام بذارم برای این قسمتی که الان از آسمون که خوب خوب دیده نمیشه که یه اسکای اسکای آبی ببینیم میام تو تنظیمات رندرم خب توی قسمت سن و تیک دایرکت ویزیبل رو میزنم یه کپی از این میگیرم ولی کپی باشه اینستنس نباشه ماتریال ادیتورم رو باز میکنم اینو اینستنسش میکنم اینجا خب یکم شدتش رو کم میکنم اول میذارمش روی مثلا یک دهم فکر کنم خوب باشه میخوام یه آسمون آبی حس بشه آسمونی نباشه که خیلی مثلا چیز باشه خیلی سفید باشه و وایت واش بشه توی کارمون. خب میام کلودشم فعال میکنم که یک کلودزم ببینم توی کارم یه مقدار این سایرس رو بیشتر میکنم یه سری ابرای کوچولو کوچولو توی کارمون میده اینجا خوبه این هم یه مقدار کمش میکنم که این لک ابرام کم بشه توی کار میخوام این ابرای بکگراند رو فقط داشته باشم خب دقت کنید به واسطه استان یه مقدار تم زرد و قرمز داره حس غروب داره میده من اینو به یه دونه کرونا کالر کارکت وصلش میکنم و اون زردی رو ازش میگیرم مپ کرونا کالر کارکت خب دقت کنید توی پریویوش هم مشخصه میام اینو وصل میکنم به اینجا اینو کلیرش میکنم خب یه کوچولو اول فکر کنم بهتره که زردیش رو بگیریم خب الان یه آسمون کاملا آبی داریم یکم تاریک کوچولو روشنش میکنم خب اشتباهی به چهاردهم چهار روزه خب الان یه آسمون آبی باحال داریم تنظیمات بلوم و گلیرم هم, روشن میکنم که یک کوچولوی حاله ازش بلومی ازش داشته باشیم توی کارمون خیلی خوب خیلی خوب شد و تموم نورپردازی ما به همین سادگی انجام شد و تموم شد و میبینید که چقدر نور باحال خوبی هم داریم من یه کوچولو اسکای هم رو میخوام روشنتر کنم چون که احساس میکنم این قسمت ها خیلی تاریکه اینجا ها خوبه یک کم کمتر شاید بهتر باشه آره اینجا بهتر و به همین سادگی ما تونستیم یک نورپردازی خیلی خیلی خوب داشته باشیم و ببینید که چقدر راحت بدون یه تکنیک خاصی بدون که هیچ کار خاصی کنیم با یه دونه اسکای و یه دونه سان تونستیم نورپردازی این فضا رو انجام بدیم امیدوارم دوست داشته باشید این آموزش رو و امیدوارم از چنل حمایت کنید لطفا آموزش ها رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و اگر مطلبی مد نظرتون هست آموزشی نیاز دارید یا هر موردی توی کامنت من بگید شاد و خوشحال باشید تا آموزش بعدی خدا نگهدار